سلام به شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از تیکه جنجالی آقای احمد ایراندوست به رشیدی کوچی نماینده جنجالی مجلس. با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. جلال رشیدی کوچی نماینده جنجالی مجلس که بر سر بحث‌ها و جدال‌ها در مورد واردات خودرو حتی خودروی کار کرده و مناظره‌های جنجالی که با مصطفی میرسلیم نماینده جنجالی دیگه مجلس داشته و حرف‌های تندی که در مورد خودروها و خودروسازان ایرانی زده همیشه تیتر اول فضای مجازی بوده که با افشاگری‌ها و حرف‌های تندش مشهور شده. اون بعد از صحبت‌های جنجالی میرسلیم که در مصاحبه‌ای در صدا و سیما گفته بود 206 ساخت ایران از لنکروز بهتره، در صحبت‌های اون رو مسخره کرد و گفت من یک 206 مدل 84 دارم که خدا رو شکر تازه فهمیدم از لنکروز بهتره. بعد هم در سال گذشته و با قطع سراسری اینترنت و اختلال در اطلاع رسانی و اینترنت برای همه کشور، ایشون در مورد مافیای فیلترینگ و افرادی که در مجلس حضور دارند و کار اصلیشون فروش فیلتر شکن هاست صحبت کرده و افشاگری های تند و جنجالی در مورد خیلی از همکاران خودش داشته. اما حالا این نماینده جنجالی که خیلی ها از ایشون به عنوان نماینده مردمی و دلسوز یاد میکنن توی این هفته جاری بسیار خبرساز شده. ویدیویی از اون در نمایشگاه خودرو منتشر شده که سام درخشانی هم به عنوان سلبریتی دعوت شده بوده و با آقای رشیدی کوچی صحبت‌های زیادی داشتن. اما قسمت مهم صحبت‌های ایشون اینه که گفته من و مامانم و زنم و خانواده‌ام و بچه‌هام و همه خانواده دامون 206 مدل 84 داریم. اما بعد ویدیویی از ایشون در خودروی سانروفدار منتشر شد که در مورد سوتی ایران خودرو در مورد ماشین‌های برقی گفته. بینی و بین الله به نام من، خانومم، مادرم، برادرم، زن برادرم و بچه آمد 206 مدل 1386. سلام و خسته نباشید. یه خبری رو امروز خوندم که جالب بود. میگن ایران خودرو اولین ماشین برقش رو رونمایی کرده، فقط یادش رفته که ماشین برقی اگزوز نداره. انشالله تو محصولات بعدی به این نکته ریز توجه داشته باشن که اگزوز رو از اون ماشین برقی حذف بکنن. که بعد از اون این نماینده جنجالی مورد حمله های زیادی در فضای مجازی قرار گرفت. شما که گفته بودی 206 مدل 84 داری، پس چرا هر وقت ویدیو میذاری ماشینت سانروف داره؟ 206 که سانروف نداره. که ایشون هم ویدیویی منتشر کرد و گفت که این ماشین برای خودم نیست. مگه من سوار هر ماشینی بشم برای خودمه؟ من اگه سوار هواپیما بشم اون هواپیما هم برای خودم محسوب میشه؟ ببین نگزان، اگر قرار باشه که من سوار هر ماشینی که میشم اون ماشین مال من باشه، که خب چیز غیر قابل قبولیه. خیلی ها اومدن پیام دادن که تو که 206 84 داشتی چرا دروغ گفتی، از که ایتالا 206 سانروف داره و از این حرفا. عزیزان، خب من سوار هواپیما هم میشم، پس اون هواپیما مال منه. من سوار ماشین های متعددی میشم، اونا که مال من نیست، مال دوستانی هست که با دفتر همکاری دارن. مخصوصا وقتی ما میایم شهرستان، من که با ماشین شخصی خودم نمیشینم پشت فرمون برم بازدید بکنم، برم شهرستان ها، برم شهرها، برم روستاهای حوض انتخابی رو سرکشی بکنم. بعضا دوستانی محبت دارن، بعضی از عزیزان در دفتر هستن، خودروهاشونو میارن. معمولا هم دو تا سه تا ماشین با هم میریم این ور اون ور. پس اینی که من ویدیو ضبط کردم و این سانروفو میبینید و این ماشین مال من نیست که. بعدم هر ماشینی که سانروف داره که لوکس و لاکچری نیست. این متاسفانه
اینم یه قصه یک شده تو این مملکت که اگر ما یه ماشینی ببینیم که سانروف داره میگیم واو چه ماشین لوکس و لاکچری. نه خیلی، این ماشین MVM X33 هست، درسته؟ بعد از انتشار این ویدیوها و این جنجال‌ها در مورد ماشین این نماینده مجلس، حالا آقای احمد ایران دوست با انتشار ویدیویی صحبت‌های جالبی کردند. بعد عزیزان دلم، این ماشینی رو که می‌بینید سانروف داره، متعلق به یکی از دوستان هستش و من خودم یه دونه 206-80 دارم که 670 هزار تا کار کرده. این ماشین سانروف داره، ما فقط برای دور دور ازش استفاده میکنم و مال دوستم، انشالله خدا بیشتر بهش بده. من همون 206 رو دارم. این موبایل ها هم که میبینید دستمه، با اون آیفون 15 و اینا هم، اونم مال دوستمه. من یه نوکیا دارم و این چراغ قوه دارا برق که میره از اون استفاده میکنم. والله العظیم اگر بخوام دروغ بگم و حق و ناس بکنم، واقعا من طرفدار ملتم و دوستشون دارم ملتو و حرف حق و همیشه میزنم. این مال دوستم. آقای ایران دوست با انتشار لیستی از قیمت‌های سکه بهار آزادی و طلا در سال 81 نوشته این قیمت‌ها واسه سال 81 یعنی فقط 21 سال پیش. سکه تمام 73,000 تومان بوده، الان نزدیک 30 میلیونه. در استوری دیگه هم نوشت در سرزمین ما نفت و زن تاریخ مشترکی دارن. نفت به استعمار انگلیسی ها در اومد، زن به استعمار عقاید. هر دو می سوزن تا این سرزمین روشن بماند. بعد هم با انتشار صحبت‌های میرسلیم، نماینده همیشه جنجالی مجلس ایران، که گفته نباید در مردم توقع ایجاد کرد. اگه همه مثل نماینده‌ها باشن، ایران بهشت میشه. آقای ایران دوست نوشت اون وقت تو بهشت چیکار میکنن؟ نه، منظورم اینه که چیکار میکنن؟ نه، اون کار نه، کلن چیکار میکنن؟ بعد هم با توجه به جنگ دوباره اسرائیل و فلسطین، آقای ایران دوست نوشت میدان فلسطین در ایران است، میدان صدام حسین در فلسطین و خیابان کوروش در اسرائیل. خاورمیانه همینقدر جای عجیبی است. با انتشار این خبر هم که فروش شیر خشک در ایران به ارائه کد ملی مشروط شد، آقای ایران دوست نوشت اون خانم وزیری که میگفت 6 تا بچه بیارین کجاست؟ میخوام از خودش 12 تا بیارم. خب در ادامه هم نوشت بله، نظر شما چیه؟ اسم بچه اولمون هم شیرعلی میذارم یا شیر احمد. با انتشار این عکس هم از سید جواد هاشمی، بازیگر ایرانی که نوه‌دار شده، احمد ایران دوست نوشت لام از سب تو کی زنگ گرفتی؟ کی بچه دار شدی؟ کی بچت بچه دار شد؟ شیطون مبارکت باشه. بعد هم با انتشار این ویدیو از رفتار بی‌ادبانه و توهین‌آمیز این نماینده مجلس در مقابل معلمین و افرادی که شکایتشون رو پیش ایشون برده بودن نوشت یکی میشه استاد شهریار، یکی میشه علی دایی، یکی هم میشه این. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.